مریم خزایی هستم، کارشناس فیزیک از دانشگاه علم و صنعت و کارشناس ارشد هوش مصنوعی از دانشگاه خوارزمی. حوزه پژوهشی من حل مسائل مربوط به گراف با استفاده از هوش مصنوعی هست و باعث افتخارمه که بخشی از آموخته‌های خودم رو در رابطه با شبکه‌های کانولوشنی گرافی در بستر آموزشی فرادرس در اختیار علاقمندان قرار میدم. توی این بخش ابتدا به معرفی گراف و انواع ساختارهای اون به عنوان پیش نیاز این مبحث میپردازیم. همطور که میدونیم گراف ها یکی از انواع ساختارهای داده هستند که از مجموعی از گره ها و یال ها تشکیل شدن. مثلا در گراف شبکه‌های اجتماعی گره ها افراد عضو پلتفرم و یال ها نشون دهنده ارتباط بین افراد هست که نوع رابطه بین اونها بر اساس اینکه دنبال کننده یا دنبال شونده هستن تعریف میشه. و یا در گراف ساختار مولکولی گره ها اتم های تشکیل دهنده مولکول هستن و هر پیوند شیمیایی بین اتم ها نشون دهنده وجود یک یال هست. برای گراف ها تقسیم بندی های مختلفی وجود داره که توی هر کدوم از اونها به جنبه ای از گراف توجه میشه. مثلا تقسیم بندی گراف ها به گراف ساده و گراف دارای ویژگی بر اساس ویژگی گره یا یال انجام میشه. توی گراف های ساده هیچ کدوم از گره های و یا یال ها دارای ویژگی نیستن و تقریبا امروزه با وجود شبکه‌های پیچیده‌ای که در اختیارمون هست کاربرد کمی هم پیدا کردن. ولی توی گراف های دارای ویژگی گره، یال و یا هر دوی اونها دارای ویژگی هست. مثلا گراف شبکه‌های اجتماعی ممکنه فقط گره دارای ویژگی باشه، مثل سن، شغل یا جنسیت. و توی گراف ساختار مولکولی هم گره دارای ویژگی باشه و هم یال. مثلا گره دارای ویژگی نوع اتم و تعداد بارهای اتم باشه و یال هم دارای نوع ویژگی نوع پیوند اتمی باشه. تقریبا امروزه همه گرافایی که استفاده می‌کنیم از نوع گرافای دارای ویژگی هستن. نوع دیگه از تقسیم بندی بر اساس جهت یاله. توی گرافای بدون جهت همه یال‌ها بدون جهت هستن. تفاوتی بین مبدأ و مقصد یال نیست. مثلا توی گراف ساختار مولکولی دو تا اتم با همدیگه پیوند برقرار کردن. تفاوتی نداره که کدوم گره مبدأ یا مقصد یاله. ولی توی گراف جهتدار همه یال ها دارای جهت هستن. مثلا که همون گراف شبکه اجتماعی تفاوت داره که بین دوتا گره کدوم فرد دنبال کننده هست و کدوم فرد دنبال شونده. توی تقسیم بندی دیگه که بر اساس میزان اهمیت و وزن یال هست، گراف ها به دو دسته بدون وزن و وزندار تقسیم میشن. توی گراف بدون وزن، وزن تمام یال ها یک هست. مثلا توی گراف شبکه‌های اجتماعی همه افراد همدیگر رو دنبال میکنن یا دنبال میشن. تفاوتی توی شدت و ضعف دنبال کردن وجود نداره. ولی توی گراف های وزندار وزن یک یا چند یال بیشتر از یکه. مثلا مولکول الکل که از اتم های کربن و اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده، پیوند بین هیدروژن و کربن ضعیف‌تره، میتونیم بهش وزن یک بدیم. ولی پیوند بین کربن و اکسیژن قوی تر هست، میتونیم وزن دو بهش بدیم. نوعی دیگه از تقسیم بندی بر اساس تغییرات در اجزای گراف در طول زمان هست. اجزای گراف چیا هستند؟ گره، یال، ویژگی گره و یال و وزن یال هست. حالا توی گراف ساکن با گذشت زمان اجزای گراف تغییر نمی کنن، ثابت باقی میمونن، مثل همون مولکول الکل. ولی توی گراف پویا حداقل یکی از اجزای گراف تغییر میکنه. مثلا توی همین گراف شبکه‌های اجتماعی ممکنه ارتباط بین دوتا فرد قطع بشه، یعنی حذف یال داریم، یا اینکه فرد جدیدی به گرافمون اضافه بشه، یعنی اضافه شدن گره، یا اینکه ویژگی یکی از این گره ها تغییر کنه، مثلا سن فرد تغییر میکنه. با پیچیده‌تر شدن شبکه‌هایی که امروزه باهاشون سر و کار داریم، روش‌های سنتی
دیگه در مقابل روش های مدرن مثل یادگیری ماشین و شبکه های عصبی کارهای کمتری از خودشون نشون میدن. وقتی توی روش های مدرن میخوایم از اطلاعات ساختاری و محتوایی گراف استفاده کنیم، باید اونها رو به یه شکلی تبدیل کنیم تا قابل استفاده برای این الگوریتم های مدرن باشه. این روش ها نیازمند نشانش گراف یا گراف امبدینگ هستن. هدف اونها اینه که یه نمایشی رو برای گراف توی یه برداری با ابعاد پایین‌تر به وجود بیاریم که اطلاعات مفید گراف مثل ساختار و ویژگی‌های اجزای گراف رو به خوبی و به درستی به فضای جدید نگاشت کنیم. نشانش گراف توی مسائلی در سطح گره انجام میشه. یعنی مسائلی که فقط مربوط به گره هست. مثل خوشه‌بندی گره‌ها توی مسئله تشخیص حزب سیاسی افراد توی گراف شبکه‌های اجتماعی، رگرسیون گره‌ها تو مسئله تخمین ویژگی اتم و یا کلاس بندی گره‌ها توی مسئله تشخیص فرد متخلف توی گراف شبکه‌های کامپیوتری. نشانش گراف تو مسائلی در سطح یال هم انجام میشه، یعنی مسائلی که مربوط به یال هستن، مثل پیشبینی لینک، یعنی اینکه مثلا پیشنهاد ایجاد دوستی که توی شبکه‌های اجتماعی که معمولا این پلتفرم‌ها به کاربرای خودشون میدن. تو سطح گراف هم مسئله هایی که باش برخورد میکنیم مسئله کلاس بندی گراف هست. مثلا ساختار یه مولکول سمی هست یا غیر سمی. همین تعاریفی رو که مطرح کردیم کمک میکنن تا شناخت درست‌تری نسبت به مسئله داشته باشیم و روش مناسبی رو برای اون انتخاب کنیم و به هدفمون که پیدا کردن بهترین و کارآمدترین راه حل هست برسیم. توی این درس پیش نیازها و مفاهیم اولیه یه مورد نیاز رو بررسی کردیم و در ادامه هم موارد دیگری رو بررسی می‌کنیم. توی این درس به معرفی و توضیح روابط و قضایایی می‌پردازیم که در بحث اصلی آموزش بهشون احتیاج داریم. اصلی ترین ابزاری که میشه باهاش یه گراف رو معرفی کرد ماتریس همسایگی یا adjacency matrix هست. این ماتریس رو معمولاً با حرف A نشون میدن و درایه IJ اون تعداد یال‌هایی هست که بین دوتا گره با اندیست I و J وجود داره. اگه گرافمون شامل N گره باشه پس ماتریس همسایگیمون N در N هست. مثلا تو این گرافی که اینجا داریم 4 گره داریم پس سایز ماتریس همسایگیمون 4 در 4 هست. سطر سوم این ماتریس مربوط به گره شماره 2 میشه که درایه اولش مقدار 1 رو داره، یعنی تعداد یال‌هایی که بین گره شماره 2 و 0 هست. درایه دومش تعداد یال‌های بین 2 و 1 هست که باز هم 1ه و درایه سومش مقدار 2 داره، چون از گره 2 به 2 ما فقط 2 تا یال داریم. دلیلش هم این هست که گرافمون یک گراف بدون جهت هست. پس به ازای هر توقه مقدار درایه‌مون دو برابر میشه. ولی اگه گرافمون بدون توقه باشه درایه‌های قطری ماتریسمون همگی صفر هست. گرافمون بدون جهت هم که باشه ماتریس همسایگیمون متقارن میشه. چون اگه یال از آی به جی وجود داشته باشه حتما از جی به آی هم وجود داره. پس درایه آی جی با درایه جی آی برابر میشه. ماتریس دیگه‌ای که بهش احتیاج داریم ماتریس درجه هست. این ماتریس به این صورت تعریف میشه که درایه‌های غیر قطریش همگی صفر هستند و درایه‌های قطریش برابر هست با مجموع درجه ورودی و خروجی هر گره. مثلا درجه گره شماره 1 برابر با 3 هست چون 3 تا یال بهش وارد یا خارج شده. درجه گره شماره 2 هم برابر با 4 چون 2 تا یال که از گره های شماره 0 و 1 بهش وارد یا خارج شده، توغم یه بار وارد شده، یه بار خارج شده. پس درجهش 4 میشه. اگه گرافمون شامل n گره باشه، پس سایز ماتریس درجهمون هم n در n میشه. یکی از موارد استفاده‌ای که ماتریس درجه داره برای نرمال سازی ماتریس لاپلاسیان گراف استفاده میشه که بعداً در موردش صحبت میکنیم. ماتریس مهم دیگه‌ای که توی گراف‌های دارای ویژگی استفاده میشه ماتریس ویژگی یا فیچر ماتریکس هست که هر سطرش نشون دهنده ویژگی هر گره هست. پس اگه
بردار ویژگی هر گره ابعادش یک در ام باشه، گرافمونم ان گره داشته باشه، پس ابعاد ماتریس ویژگیمون ان در ام میشه. مثلا توی این گرافی که داشتیم برای گره شماره 0 بردار ویژگیمون برداری هست به ابعاد 1/3. پس توی ماتریس ویژگی سطر اول این ماتریس که مربوط به گره شماره 0 هست برابر هست با همون ویژگی که این گره داشته. ماتریس مفید دیگه ای که بهش احتیاج داریم ماتریس لاپلاسیان گراف هست که به صورت تفاضل ماتریس درجه و ماتریس همسایگی تعریف میشه و معمولا برای تعیین تعداد درخت‌های پوشای یک گراف استفاده میشه. همینطور برای تجزیه طیفی گراف و خوشه‌بندی طیفی گراف هم از اون استفاده میکنه. اگه گرافمون یال‌های موازی نداشته باشه میتونیم ال رو به این صورت هم تعریف بکنیم. یعنی درایه‌های قطری این ماتریس برابر میشه با درجه گره. اگه دو تا گره هم با هم دیگه همسایه باشن درایه‌مون برابر با منهای 1 میشه، در غیر این صورت برابر با 0 هست. برای گرافی که داشتیم ماتریس همسایگی و ماتریس درجه رو اگه بنویسیم تفاضل اینها برابر میشه با ماتریس ال، که یکی از ویژگی‌هایی که این ماتریس داره این هست که متقارن هست. همینطور این ماتریس همیشه مثبت نیمه معین هست. پس در نتیجه همه مقادیر ویژه این ماتریس همیشه غیر منفیه. برای به دست آوردن بردار ویژه و مقدار ویژه میدونیم که میتونیم از این رابطه استفاده کنیم که ای بردار ویژه هست و لاندا مقدار ویژه ماتریس ال. پس میتونیم به این صورت هم این رابطه رو بنویسیم. حالا اگه بردار ویژه و مقدار ویژه این ماتریس رو به دست بیاریم میبینیم که همیشه مقدار ویژه هامون یک مقدار بزرگتر از 0 و غیر منفی هست. یکی از موارد جالب توجه در خصوص بردار ویژه و مقدار ویژه ماتریس لاپلاسیان اینه که همیشه کوچکترین مقدار ویژهش برابر با 0 و بردار یکم یکی از بردار ویژه هاشه. چون توی این رابطه اگر لاندا رو بذاریم 0 و ای که بردار یکم هست به این صورت بنویسیم میتونیم نتیجه بگیریم که LE برابر با 0. ال هم که به صورت تفاضل دیو آ تعریف شده. پس میتونیم به این رابطه برسیم. حالا اگه حاصل ضرب دی در ای رو به دست بیاریم میبینیم که یک ماتریس ستونی میشه که درجه گره ها رو نشون میده. حاصل ضرب ماتریس آ در ای رو هم که به دست بیاریم میبینیم که توی هر سطرش برابر هست با جمع سطری درایه های ماتریس همسایگی که همون مجموع یال هایی هست که از هر گره به بقیه گره ها وارد یا خارج شده که همون درجه گره هست. ماتریس مهم دیگه ای که توی مبحث بهش احتیاج داری ماتریس لاپلاسیان نرمال شده است. به این دلیل که توی گراف ها درجه گره ها میتونه با همدیگه تفاوت خیلی زیادی داشته باشه، به همین دلیل ماتریس لاپلاسیان نرمال شده رو تعریف میکنن که اثر عدم تناسب درجه های گراف رو از بین ببرن. با استفاده از یه سری روابط و محاسبات ریاضی که از حوصله این بحث خارجه ماتریس لاپلاسیان نرمال شده رو به این صورت تعریف میکنن که ما میتونیم با استفاده از تعریف تفاضل درجه و همسایگی این رو مجدداً بازنویسی کنیم. توی این بخش با شبکه‌های عصبی گرافی آشنا میشیم، ولی قبلش بررسی میکنیم که چرا این شبکه‌ها برای حل مسائل مربوط به گراف مطرح شدن و به سرعت هم گسترش پیدا کردن. قبلش بهتره کاربردهایی رو که امروزه این داده‌ها دارن رو مرور کنیم. از اصلی ترین و مهمترین شبکه‌هایی که تقریباً هر روز باهاش سر و کار داریم شبکه‌های کامپیوتری و شبکه‌های اجتماعی هست. توی این شبکه‌ها اطلاعات مهم و شخصی زیادی وجود داره که نیاز هست امنیت اونها رو حفظ کنیم. در حال حاضر اندازه این شبکه‌ها خیلی بزرگ شده و بررسی امنیتشون دیگه کار یک شخص و یک تیم نیست. این کار باید به صورت خودکار و توسط سیستم‌های هوشمند انجام بشه. همونطور که قبلا گفتیم ساختار مولکولی مواد رو میتونیم به صورت گراف تعریف کنیم.
به جای اینکه آزمایش های پرهزینه و زمانبری رو برای کشف ساختار مواد جدید صرف بکنیم، بهتر مسئله رو به صورت گراف ببینیم و به کلاس بندی یا رگرسیون بپردازیم. از کاربردهای اصلی گراف توی شهر هوشمند مدیریت ترافیک هست. همینطور میتونیم برای بهبود ارتباط بین ساکنین، ارگانهای دولتی و خدمات عمومی هم ازش استفاده کنیم. گراف توی بیوانفورماتیک هم به عنوان یه ابزار قدرتمند برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های بیولوژیکی استفاده میشه. تحلیل شبکه های پروتئینی برای بررسی رفتار پروتئین ها توی سلول و تحلیل تغییرات ژنتیکی هم از کاربردهای مهم دیگرش هست. همچنین میتونیم به کمک مدل سازی شبکه های سلولی به پیشبینی عوارض داروها و نتایج آزمایش های دارویی بپردازیم. با ترکیب ساختارهای مولکولی هم میشه به فرمولهای جدیدی برای دارو دست پیدا کرد. مثل آنتیبیوتیکی که در سال 2020 توسط محققای MIT معرفی شد. ابتدا نوع مولکولهای از بین برنده باکتری رو پیدا میکنن. بعد با استفاده از 6000 ترکیبی که تا به حال برای انواع بیماری ها ساخته شده، اونها رو به مدل میدن، اونها رو بررسی میکنه و در عرض چند ساعت یه ترکیب آنتیبیوتیکی جدیدی رو براش معرفی میکنه. اما انجام همه این کاربردها به خاطر ذات مسئله گراف با یه سری چالش ها روبرو میشه. از مهمترین چالش هایی که باهاش روبرو میشیم این هست که فضای مسائل مربوط به گراف غیر اقلیدوسیه. توی این فضا فاصله بین گره ها متفاوت از مفهوم کلاسیک فاصله است. چون نمیشه گره های گراف رو توی مختصات جهانی دکارتی فرضشون کنیم. دیگه اونجا نمیتونیم نمایششون بدیم و مفاهیم مثل فاصله و دوری و نزدیکی رو براش تعریف بکنیم. چالش دیگه این هست که مثلا تو مسائلی که با تصویر سر و کار داریم امکانش هست که اندازه تصویر و تعداد پیکسل هایی رو که برای ورودی به الگوریتم میدیم یکی کنیم. ولی تو دنیای واقعی پیدا کردن گرافایی که تعداد گره ها و یال هاش یکیه تقریبا محاله. پس باید راه حلی رو که معرفی میکنیم امکان تعمیم داشته باشه برای همه گراف ها. توی ساختار داده‌ای مثل تصویر تعداد پیکسل های مجاور همیشه مشخص و ثابته. پیکسل های درونی 8 همسایه دارن، پیکسل های مرزی هم کمتر از 8 پیکسل توی همسایگی خودشون دارن. ولی توی گراف ها نه تنها تعداد همسایه ها مشخص و ثابت نیست، بعضی وقتا هم تفاوت خیلی زیادی داره. مفاهیمی مثل ترتیب و جهت توی گراف معنی نداره و فقط همسایگی رو میتونیم تو ساختار گراف ازش استخراج کنیم. نقطه شروع مشخصی برای تحلیل داده همون وجود نداره. ولی توی تصویر جهت و محل قابل تعریفه. مثلا دوتا تصویر رو میخواییم با هم دیگه مقایسه کنیم، محل اون تفاوت رو میتونیم قشنگ مشخص کنیم. اگه این فرض محال رو داشته باشیم که ساختار گراف هامون یکی هست، دیگه نمیتونیم حتی این فرض رو داشته باشیم که ویژگی هامون هم همیشه یکی و از یه نوعه. پس رویکرد مواجهه با گراف های مختلفمون باز هم متفاوت میشه. مثلا توی گرافی که گره ها افراد هستن، ویژگی ها میتونه سن و جنسیت باشه. ولی توی یه گراف دیگه که باز هم گره ها افراد هستن، ویژگی گره میتونه علاقمندی اون فرد و کالاهای خریداری شده باشه. ولی توی داده‌ای مثل تصویر ویژگی پیکسلا همیشه رنگ و شدت روشناییه. همونطور که تو فصل اول گفتیم از رویکردهای حل مسئله گرافی انجام نشانش گرافه. این نشانش رو میشه با استفاده از شبکه عصبی گرافی انجام بدیم. میدونیم که توی شبکه‌های عصبی به دنبال این هستیم که ویژگی‌های مهم داده استخراج بشه، یه نمایشی رو برای بردار ورودی پیدا کنیم که در بردارنده همه این ویژگی‌ها باشه. ولی توی شبکه‌های عصبی گرافی دنبال یه نمایش برای گراف ورودی هستیم که اطلاعات ساختاری و محتوایی گراف رو استخراج کنه. توی این دست از شبکه‌ها ما ورودیمون گراف هست، خروجیمون هم یه نمایشی برای گرافه. به بیان دیگه این میشه گفت که هدفمون اینه که نمایش گره سی رو که دارای ویژگی XC با استفاده از یه سری توابع به دست بیاریم. این کار رو روی همه گره ها هم انجام میدیم تا نمایش گراف رو به دست بیاریم.
این تابع در حقیقت روی ویژگی گره سی و ویژگی های همسایه های گره سی اعمال میشه. هدف ما توی این آموزش این هست که با این توابع و فرایند رسیدن به نمایش گراف آشنا بشیم. با توجه به مطالبی که مطرح کردیم، وظیفه شبکه‌های عصبی گرافی اینه که یه نمایشی رو برای گراف و شبکه‌مون به دست بیارن و همینطور برای اجزای گراف که توی این نمایش شبکه رو به یه فضای با ابعاد کوچیک‌تر نگاشت می‌کنه و ضمن این نگاشت همه ساختار و محتوای شبکه رو به صورت کامل و صحیح در نظر می‌گیره، چون نشانش گراف به شدت روی کارایی و بازدهی تحلیل شبکه تاثیرگذار هست. استفاده از شبکه‌های عصبی روی مسائل مربوط به گراف علارغم نکات مثبتی که داره، یه سری معایب هم داره که توی اینجور مسائل باهاش روبرو میشیم. ولی از مهمترین مزایایی که باهاش روبرو هستیم این هست که هزینه محاسباتیمون توی این دسته از مسائل نسبت به روش‌های مثل کرنل یا روش‌های آماری و احتمالاتی خیلی پایین‌تر میاد و پیچیدگی زمانی و فضایی مسئله رو کاهش میده. مزیت دیگرش در این هست که مقیاس پذیر هستن این دسته از روش‌ها. توی استفاده از شبکه‌های عصبی با تغییر اندازه گراف تغییر چندانی توی هزینه و کارایی ایجاد نمیشه و قابل پیاده سازی روی گراف‌های با اندازه‌های بزرگ و کوچیک میشه. همین مقیاس پذیر بودن این روش باعث میشه که یه نتیجه ثانویه‌ای داشته باشه و این هست که کاراییش توی گراف‌های بزرگ نسبت به روش‌هایی که گفتیم بیشتر هست. ولی اشکالی هم که این دسته از روش‌ها دارن این هست که بروز رسانی ویژگی همه گره های گراف توی هر مرحله انجام میشه و ویژگی های گره های غیر همسایه هم که نقشی توی ویژگی های خود گره ندارن بروز رسانی میشه. همین بروز رسانی باعث میشه که مصرف حافظه بالا بره و هزینه محاسباتی رو تا حدی افزایش بده که این هزینه غیر ضروریه. برای رفع این اشکال از نمونه برداری استفاده میکنن، یعنی بخشی از گراف رو به جای کل گراف استفاده میکنن. مثلا بخشی از گره های همسایه رو بر اساس ضوابط و شرایطی که مسئله داره انتخاب میکنن و به عنوان همسایه های گره استفاده میکنن. حالا که با ماهیت و فلسفه طراحی شبکه‌های عصبی گرافی و مزایا و معایبش آشنا شدیم، توی این بخش این شبکه ها رو تعریف میکنیم و چارچوب عمومی اونها رو توضیح میدیم. شبکه های عصبی گرافی هم مثل شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از تکرارهای متوالی سعی میکنن که نمایش صحیح و کامل از گره های گراف رو با استفاده از نمایش خود گره و همسایه هاش به دست بیارن. پس ورودی این مسئله برای ما یک گراف هست و خروجی اون نمایشی برای گراف هست که با استفاده از این شبکه ها به دست اومده. بعد از این مرحله میتونیم این نمایش رو توی حل مسائل کلاس بندی گره و گراف و پیشبینی لینک استفاده بکنیم. پس هدف ما اینه که برای کلاس بندی گره های یک گراف با استفاده از GNN ها به یه نمایشی برای گراف برسیم. ورودی مسئله یه گراف هست با N گره و ماتریس همسایگی A با ابعاد n در n و ماتریس ویژگی x با ابعاد n در c که c تعداد کانال یا به بیان دیگه میشه گفت تعداد ویژگی هایی که یه گره داره. خروجی یه GNN هم همونطور که گفتیم یه گراف هست که ماتریس همسایگیش A هست ولی ماتریس ویژگی جدید H رو داریم که یه نمایش جدید برای گره ها هست. ابعادش دیگه n در f هست و F هم ابعادیه که برای نمایش گره ها توی این فضای جدید تعریف میکنیم. حالا یه چارچوب عمومی و کارآمد برای GNN ها رو معرفی میکنیم که توی 2019 بعد از معرفی چندین نسخه از GNN ها پیشنهاد شد. توی این چارچوب ماتریس نمایش اولیه گره ها ماتریس H0 هست که همون ماتریس ویژگی هاست. مثل شبکه‌های عصبی که از چندین لایه تشکیل شدن، GNN ها هم توی لایه‌هاشون توی هر لایه از توابع مختلفی استفاده می‌کنن.
دو تا تابع مهم روی نمایش گره ها توی این لایه ها اعمال میشه. تابع مهم اول تابع تجمیع کننده یا اگریگیتور هست که اطلاعات و نمایش همسایه های هر گره رو تجمیع میکنه. این تجمیع میتونه الحاق یا کانکتنیشن ویژگی های همسایه های هر گره باشه. تابع بعدی تابع ترکیب کننده یا کامبینیتور هست که نمایش و اطلاعات همسایه های هر گره رو با نمایش خود گره که از لایه قبلی به دست اومده ترکیب میکنه. توی این ترکیب میتونیم از میانگین، مجموع، ماکسیموم یا مینیموم استفاده کنیم. بعد از اینکه نمایش گره و در نتیجه کل گراف رو به دست آوردیم، میتونیم با یه تابع غیر خطی مثل سافت مکس کلاس هر گره رو مشخص کنیم. اگه بخوام این الگوریتم رو به صورت صریح تر بنویسیم، به این صورت هست که مقداردهی اولیه نمایش گره H0 هست که با X مقداردهی میشه. X هم که ماتریس ویژگی های گرافمون بود. اگه شبکه GNNمون دارای کا لایه باشه، برای نمایش گره تو لایه تیوم تابع اگریگیتور روش اعمال میشه که این تابع اگریگیتور روی ماتریس H توی لایه قبل مربوط به مجموعه گره های همسایه های V هست که با آیتی V نمایشش میدیم. بعد تابع کامبینیتور حاصل این تجمیع رو با نمایش خود گره V مربوط به مرحله قبل ترکیب میکنه تا به یه نمایش برای گره V در لایه تیوم برسه. نکته جالبی که توی طراحی این چارچوب وجود داره اینه که این توابع تجمیع کننده و ترکیب کننده توی هر لایه میتونه با لایه های دیگه تفاوت داشته باشه. لزومی نداره یکسان باشه و یا حتی یکسان نباشه. حالا با استفاده از این نمایش ما وای هت رو که برچسب پیشبینی شده برای گره وی هست رو به دست میاریم. این کار رو با یه شبکه عصبی و اعمال تابع غیر خطی مثل سافت مکس انجام میدیم که توی این شبکه عصبیمون W ماتریس وزنمون هست که ابعاد L در F رو داره که L تعداد کانال ها یا همون ویژگی های گره تو فضای خروجی، F هم تعداد برچسبا و کلاس هایی که توی این گرافمون وجود داره. با داشتن مجموعی از گره های برچسب دار میتونیم کل مدل رو با استفاده از کمینه کردن تابع هزینه او آموزش بدیم که وای برچسب واقعی گره و وای حت هم همونطور که گفتیم برچسب پیشبینی شده است. البته تابع هزینه هم میتونه کراس انتروپی باشه که معمولا برای مسائل کلاس بندی چند کلاسه یه گزینه خوبی هست.